برای گوستاو گوروتی، ژورنالیست تحقیقی سوژه هایی که او روی آن کار می کرد از روز نخست پرخطر بود. این وظیفه پس از آن به گوروتی سپرده شد که گزارشگر دیگر به اثر تهدید مجبور به ترک وظیفه شد. این نخستین تصمیم بزرگی بود که باید می گرفتم. می دانستم که این مانند گذر از ساحل است که راه برگشت در آن وجود ندارد. گوروتی تحقیقات بزرگ را در پیرو رهبری کرده است. گزارش های او فعالیت های غیرقانونی رهبران سیاسی، نهادهای خصوصی و سازمان های جنایتکار را افشا کرده است. وقتی ژورنالیسم تحقیقی کارش را به خوبی انجام دهد و زمانی که به حقیقت واقعیت ها را دریافت می کند، آن زمان است که اهمیت دارد. گوروتی در سال 2009 رسانه تحقیقی IDL را تأسیس کرد. این رسانه پرداخت‌های نامنظم شرکت برزیلی آیدی بریک به سیاستمداران و رهبران تجاری در سراسر آمریکای لاتین را افشا کرد. 4 رئیس جمهور سابق پیرو و دیگر مقامات حکومتی در نتیجه قضیه رسوایی مالی موسوم به لوحات و سکندل تحت تحقیق و بازجویی قرار دارند. ولی پس از نشر این خبر، این رسانه و خبرنگاران آن مورد حمله قرار گرفتند. کمپاین های افترا و تهمت، موازی با حملات و تهدیدها، حملات در رسانه های اجتماعی و نیز حملات مستقیم بالای دفاتر IDL ریپورترز آغاز شد. در ماه می سال گذشته جمع از مردم فریادهای تهدید سر دادن و زباله ها را به محوطه دفتر این رسانه پرتاب کردند. ولی این فقط آغاز ماجرا بود. در ماه مارس سارنوالان تحقیقات را در مورد آقای گوروتی آغاز کردند. وکیل وی میگوید سارنوالان از آقای گوروتی میخواهند که در کنار افشای منابع اخذ معلومات خود سالها اطلاعات دیگر را که به سال 2016 برمیگردد نیز افشا کند. دفتر سارنوالان پیرو به درخواستها برای مصاحبه و یا اظهار نظر در این مورد پاسخ نداد. گوروتی و تیم رسانه‌ایش میگویند با وجود تهدیدهای فیزیکی و قانونی گزارش‌دهی‌شان را متوقف نخواهند کرد. او میگوید ترس هیچگاه نباید تصحیح کننده یک خبرنگار شود. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.